بسم الله الرحمن الرحیم. خبر نگران کننده برای مهاجران افغانستان در پاکستان. مجری طرح اخراج افغانستانی ها از آن کشور وزیر اعلای ایالت بلوچستان شد. روسیه بار دیگر خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گردید. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که طالبان اصلاح شدنی نیست و قابل تعامل با مردم و جامعه بین المللی نمی باشد. و گفتگوی مقام های طالبان و ایرانی بر سر سرمایه گذاری تجاران افغانستان در چابهار و ایجاد نمایندگی این گروه در آن منطقه. سلام بر شما، وقت بخیر، خوش آمدین به سنترال افغانستان. امروز 2 مارچ 2024 میلادی و 12 حدود 1402 هجری شمسی است. توجه شما جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان. اگر از درچه فیسبوک بنین دستین و اشتراک بمانین و اگر در یوتیوب سنترال افغانستان دنبال نکردین لطفاً سابسکرایب کنید. خبرها را ما از آغاز دوباره فعالیت رادیو نسیم در ولایت دایکندی آغاز میکنیم. رادیو نسیم یکی از رادیوهای پرطرفدار و محلی در ولایت دایکندی و بامیان پس از چندین ماه توقف توسط طالبان نشراتش را سر گرفت. مسئولان این رادیو با نشر یک جمله کوتاه و عکس دو گزارشگرش نوشته است که آغاز فعالیت مجدد رادیو نسیم در ولایت دایکندی. این رادیو اما جزئیات بیشتر نداده است. این در حالی است که مدیر مسئول آن سلطان علی جوادی هنوز هم در بند طالبان است. استخبارات گروه طالبان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم را در 15 میزان با مجتبی قاسمی و سیف الله رضایی دو گزارشگر این رسانه بازداشت کرده بودند. منابعی از دایکندی آن زمان گزارش کردند که خبرنگاران آن رادیو پس از چند مدت رها شدند، ولی طالبان سلطان علی جوادی را به دلیل اتهام‌های بی اساسی که بر بسته بودند در نهایت محکوم به یک سال زندان کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از آغاز فعالیت مجدد رادیو نسیم در ولایت دایکندی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای جوادی مدیر مسئول این رسانه زندان طالبان شده است. خبر نگران کننده برای مهاجران افغانستان در ایالت بلوچستان پاکستان. سرفراز بوکتی طرح اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان وزیر اعلای ایالت بلوچستان شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم حنیف سلطانی. مجری طرح اخراج مهاجران افغانستانی به عنوان وزیر اعلای بلوچستان معرفی شد. نگرانی مهاجران افغانستانی از تداوم اخراج. مهاجران افغانستانی به عنوان یک از جوامع مهم و بزرگ در پاکستان از زمانهای مختلف به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشورشان به پاکستان پناه آوردند. اما اخراج اونها به ویژه اگر به مدرک باشد موضوعی پیچیده و حساس است که نیازمند روی کرد های منصفانه و انسانی برای مدیریت آن است. سرفراز بوکتی که پیشتر به عنوان وزیر داخلی حکومت موقت فعالیت داشته و در زمینه اخراج مهاجران به مدرک از پاکستان تجربه های دارد. با معرفی او به عنوان وزیر اعلای بلوچستان نگرانی های مهاجران افغانستانی را افزایش داده است. این نگرانی ها از جهت امکان تشدید فشارها و سختگیری ها در برابر مهاجران، بررسی دقیق تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این اقدامات بر مردم محلی و نیز اثرات بلند مدت اون بر روابط همسایگی مطرح است. بلوچستان از نظر جغرافیایی و سیاسی اهمیت زیادی دارد. حضور مهاجران افغانستانی در این منطقه اثرات زیادی بر جامعه و اقتصاد اون داشته است. از این رو انتظار می رود که سرفراز بوکتی با رهبری منصفانه و تعامل و بهبود وضعیت مهاجران افغانستانی در این منطقه پرداخته و از تداوم اخراج های نامنصفانه جلوگیری کند. در این حال نیازمندیم برای کردهایی که به دنبال رفع مشکلات موجود باشد و هماهنگی با جامعه محلی و بین‌المللی را فراهم کند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفت است که طالبان گروه اصلاح‌پذیر و قابل تعامل با سازوکارها و الزامات بین‌المللی و بافت‌های اجتماعی افغانستان نیست. شورای مقاومت برای نجات افغانستان روز شنبه 12 اُحد با نشر اعلامیه از گزارش اخیر ریچارد بن، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 55 نشست این شورا در ژنو استقبال کرده است. این شورا افزوده است که توافق دوحه بین طالبان و آمریکا باید باطل شود و تغییر وضعیت موجود از طریق راه اندازی پروسه فراگیر با رعایت همه مؤلفه‌های ملی، مذهبی و مدنی افغانستان و مدیریت سازمان ملل متحد امکان پذیر است که منجر به تشکیل دولت فراگیر برخواسته از اراده مردم افغانستان شود. و گفته شورای مقاومت در صورت تداوم این وضعیت به میزان نقض حقوق بشر افزوده می شود و این موضوع منجر به تقویت روزافزون افرادگرایی، تروریسم و بالا گرفتن تهدید امنیت منطقه و جهانی می شود. با این حال در اعلامیه آمده است که
گزارش آقای بین با دقت و از منابع معتبر و قابل اطمینان تهیه شده و تحلیل دقیق در طول گزارش ارائه شده که حاوی نگرانی از افزایش خودکشی در میان زنان و دختران می باشد که متاسفانه در افغانستان به یک امر معمول مبدل شده است. نهاد رواداری در گزارش تازش میگوید که طالبان حتی از اعضای خانواده و بستگان کارمندان حکومت پیشین انتقام میگیرد. این کارمندان که حتی خودشان در داخل افغانستان نیستند، فرزندانشان، برادر و اعضای خانوادهشان توسط طالبان بازداشت و حتی کودکانشان به قتل میرسد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم حنیف سلطانی. در گزارش جدید منتشر شده توسط سازمان حقوق بشری رواداری، موارد از انتقام‌گیری طالبان از اعضای خانواده و بستگان کارمندان دولت سابق افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش به وجه به موارد از جمله قتل یک کودک 8 ساله در بامیان و یک کودک 13 ساله در بدخشان اشاره کرده است که اعضای خانواده‌شان به عنوان کارمندان یا فعالان سیاسی دولت سابق افغانستان بودند. کودک بامیانی که در تاریخ 28 جولای 2023 اختطاف شد و پس از یک هفته جسدش در عقب بازار مرکز ولایت بامیان پیدا شد و کودک بدخشی که در تاریخ 25 آگوست 2023 در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان به قتل رسید از جمله مواردی هستند که در این گزارش به آن اشاره شده است. با گزارش رواداری در سال 2023 حداقل 82 نفر از کارمندان دولت پیشین افغانستان به صورت هدفمند و فراقضایی کشته شدند. این افراد شامل 68 نظامی از نیروهای دولت سابق و 14 نفر دیگر از کارمندان بخش‌های مختلف حکومت پیشین افغانستان بودند. در این گزارش ذکر شده است که در سال 2023 حداقل 506 نفر در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در افغانستان کشته شده و 266 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این حوادث شامل قتل‌های هدفمند، مرموز، فراقضایی، حملات انتحاری و انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری می‌شود. بیشترین قربانیان این حوادث شامل کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر، مخالفان طالبان و شهروندان بیگناه بودند. از جمله این قربانیان 390 نفر مرد، 58 کودک، 38 زن و 20 نفر دیگر با هویت نامعلوم می باشند. با تشدید انتقام‌گیری و نقض حقوق بشر در افغانستان، نیاز به توجه جهانی به وضعیت مردم افغانستان و تلاش برای ایجاد یک زندگی مشترک و پایدار در این کشور احساس می شود. هیئت وزارت صنعت و تجارت طالبان در جریان سفرش به ایران با مقام‌های ایرانی درباره ایجاد نمایندگی این گروه در چابهار گفتگو کرده است. این وزارت امروز شنبه 12 اُحد با نشر اعلامیه از گفتگوی هیئت فنی این وزارت با حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجارتی صنعتی و ویژه اقتصادی ایران خبر داده است. بر اساس این اعلامیه وزارت صنعت و تجارت طالبان در این دیدار درباره عمل سازی و تکمیل زنجیره ترانزیتی از چابهار، ایجاد نمایندگی طالبان در منطقه آزاد و گزاره زمینی مورد نیاز به این گروه، اولویت دادن به کالاهای ترانزیتی و فراهمسازی تسهیلات به تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی گفتگو کرده است. این وزارت گفته است که مقام‌های ایرانی درباره همکاری با طالبان اطمینان کامل داده است. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جمله برندگان جایزه زن شجاع سال 2024 میلادی توسط وزارت خارجه آمریکا شناخته شده است. قرار است که این جایزه به تاریخ 4 مارس به خانم یعقوبی و 11 زن دیگر اهدا شود. خانم یعقوبی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و از جمله مردان و زنانی هستند که با مشکل بینایی در افغانستان روبرو هستند و سالها او و همسرش در این عرصه کار کرده است. اکنون ما قرار است که وزارت خارجه آمریکا از او و 11 زن دیگر بابت فعالیت‌هایشان در سال 2024 و البته سال 2023 و 2024 که چند ماه از گذشته است تقدیر و تشکر نماید. و خبر اخیر این که مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید که داعش در افغانستان نابود شده است. این در حالی است که جهان میگوید داعش قدرتمند شده است و افرادش را در افغانستان نیز بیشتر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش. در حالی که کشورهای منطقه و جهان از موجودیت و رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار می‌دهند، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان مدعی شده است که داعش در افغانستان از بین رفته است. ارگ طالبان روز شنبه 12 اُحد از دیدار مولوی عبدالکبیر با شماری از بزرگان قومی ولسوالی نازیان ولایت نینگرهار خبر داده است. او در این دیدار گفته است که مردم شنوار نینگرهار مانند دیگر باشندگان آن قربانی گروه فتنه‌گر داعش بودند، اما خوشبختانه گروه متذکره از سوی طالبان از بین رفته و مردم نینگرهار از شر آن نجات یافته است.
این ادعای مولوی عبدالکبیر در حال صورت میگیرد که هفته گذشته سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته بود که افغانستان بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان است، مشخصا برای کشورهای آسیای مرکزی و متحد روسیه. به گفته وی، قدرت داعش در سال گذشته 15% افزایش پیدا کرده است. گزارش های سازمان ملل متحد نیز نشان میدهد که داعش در افغانستان قدرتمندتر شده است و تعداد نیروهایش به 5 الی 6 هزار نفر میرسد. مخاطبان گرامی، از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.